رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. خبر ناگهانی بود. حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در زمان کشتار 67 آزاد شده است. در روز شنبه 15 جون خبر آزادی حمید نوری که قبلاً به زندان ابد در سوئد محکوم شده بود به ناگاه صدر اخبار تمام رسانه‌های فارسی زبان را به خود اختصاص داد و همراه با آن خشم بسیاری از هموطنان را برانگیخت، به خصوص خشم فعالین جنبش دادخواهی را. هر زمان که صحبت حمید نوری به میان می آید، خواه ناخواه صحبت طرف مقابل او ایرج مصداقی هم به میان می آید، زیرا که او بود که نقشه پروژه به دام انداختن حمید نوری را کشید و آن را کلید زد. با کمک حمید اشتری که او هم یکی از زندانیان سالهای 60 بود، شکایت اولیه به ثبت رسید. البته بعد از آن بیش از 30 شاکی دیگر به آنها پیوستند. در طول برگزاری جلسات دادگاه 26 نفر شهادت دادند و تعداد زیادی پلیس، نظم و امنیت دادگاه را اداره می کرد. دادگاه حمید نوری یکی از گرانترین دادگاه ها در تاریخ قوه قضاییه سوئد است. محاکمه 9 ماه طول کشید و 92 جلسه دادگاه برگزار شد. کمتر از یک هفته قبل از آزادی حمید نوری، ایرج مصداقی به نوعی پیشبینی کرده بود که ممکن است حمید نوری آزاد شود، چرا که 2 هفته پیش از آن در پارلمان سوئد لایحه‌ای با فوریت تصویب شده بود به این مضمون که زندانیان کشورهای دیگر در سوئد باید به کشورهایشان برگردانده شوند تا بقیه دوره محکومیت خود را در کشورهای خود سپری کنند. دولت سوئد هزینه بالای این زندانیان را بهانه تصویب آن قانون قرار داده بود. اول همین برچ میکنم سیوم اول یا آخر می بود، اول جون که من خبردار شدم که این دولت سوئد در واقع قانون لایحه رو داره به مجلس میبره برای اینکه سال دیگه، جولای سال دیگه، زندانی های خودشون رو با رژیم یا کلن با در واقع که زندانی های سوئدی رو با زندانیان در واقع خارجی، آنها فرق نمی کنه با رژیم، اینها رو در واقع تاق بزنن برای اینکه در هزینه ها اینم پوشوندن که هزینه نگهداری زندانی ها نمیدونم پایین بیاد و و و و اینا رو تاق بزنن. من اینو همون موقع فهمیدم و به اطلاع وکیلمون هم رسوندم و آقای یورانیان ماشون که در جریان باشن. به احتمال زیاد با سابقه ای که از نوع رایزنی های جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر می شناسیم، این قانون را از ابتدا فقط برای آزادی حمید نوری تصویب کرده اند، به خاطر اینکه در سالهای گذشته هم زندانیان خارجی در سوئد در بند بوده اند ولی هیچگاه هیچ نگرانی از طرف دولت سوئد در این مورد ابراز نشده بود. البته آزادی حمید نوری با تعویض 2 زندانی سوئدی که در ایران دستگیر شده بودند همراه بود که آن هم جای بحث زیاد دارد، چون که رضا جلالی که یک ایرانی سوئدی است سالهاست که در ایران زندانی می باشد و اگر قرار بود که این مبادله زندانی عادلانه باشد، این رضا جلالی بود که باید آزاد می شد. هرچند که در ابتدا خشم هموطنان از این اتفاق برانگیخته شده بود و این عمل را اهانت و به مسخره گرفتن قوانین حقوق بشر از جانب سوئد برداشت کردیم که درست است
و قانونگذاران سوئدی باید از این عمل خود شرمسار باشند، ولی هموطنان عزیز باید در نظر داشته باشند و اجازه ندهند که این شوک اولیه این خبر، این دستاورد بزرگ جنبش دادخواهی را خدشه‌دار کند. من دلم لرزید وقتی که گفتن حمید نوری فرستادن، در حالی که حمید نوری اینجا یه توفاله هم بیشتر نبود. او واقعا خارزاری که برای جمهوری اسلامی درست شد همو کافی بود. همه دنیا دانستن که حمید نوری و جمهوری اسلامی کیه. امیدوارم که همه اینا همشون تک 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 برن تو رو دست حسابشون که رفت آتیشگر جزغلش کردن، همه اینا همونطور جزغله بشن. اما من به مردم عزیز ایران میگم امیدمون از دست ندیم. درست امرو دل من شکست، عشق اومد تو چشم من، اما من به شما مردم ایران امیدوارم. قربونتون برم، مواظب خودتون باشین. آزادی حمید نوری کوچکترین ارزشی از کار بزرگی که فعالین جنبش دادخواهی ایران در این راستا انجام دادند کم نمی کند. بلکه اگر با دقت به این حوادث نگاه کنیم، ارزش کاری که جنبش دادخواهی انجام داد برای من بیشتر هم می شود. چگونه این ادعا را می کنیم؟ در زیر توضیح می دهیم. حمید نوری به امید یک سفر تفریحی با مهرویان سوئدی عازم سوئد می شود. ولی در عوض ماموران قانون در انتظارش بودند و سفرش آنگونه که پیش بینی کرده بود از آب در نیامد. او در روز 18 آبان سال 1398 در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و محاکمه او پس از چند ماه آغاز شد. دادگاه بعد از 92 جلسه در روز 23 تیر ماه 1401 رأی خود را اعلام کرد و او در تمام موارد اتهام محکوم شد. در طول برگزاری آن دادگاه ها جمهوری اسلامی نمی توانست در پروسه دادگاه دخالت کند و اقدامی برای آزادی حمید نوری انجام دهد، به خاطر اینکه قوه قضاییه سوئد مستقل است و اجازه دخالت و ایجاد مزاحمت در امر محاکمه را به هیچ عنوان نمی دهد. ولی پس از آن که حکم صادر شد، جمهوری اسلامی می توانست وارد کار شود و حمید نوری را با زندانیان سوئدی که در ایران بودند معاوضه کند. ولی جمهوری اسلامی دست به این اقدام نزد تا فرصتی داشته باشد که تقاضای استیناف و یا تجدید نظر کند، به خاطر اینکه محکومیت حمید نوری برابر بود با محکومیت جمهوری اسلامی، به خصوص کسانی که در کشتار 67 دست داشتند، مانند رئیسی و پور محمدی که اکنون نامزد ریاست جمهوری هم هست. همچنین اهمیت فتوای خمینی در این میان نباید از یاد برود. در واقع محکوم کردن حمید نوری برابر بود با محکوم کردن فتوای معروف خمینی که باعث قتل هزاران نفر از بهترین جوانان ایران در تابستان 67 شد. به این خاطر جمهوری اسلامی تیم وکلای خود را به کار گرفت، ولی با وجود استخدام تعداد زیادی وکیل و صرف هزینه زیاد از سوی جمهوری اسلامی، حمید نوری در تمام موارد محکوم شد و حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر شد و این یک فاجعه بزرگ بین المللی برای جمهوری اسلامی بود. پس از تاریخ 28 آذر 1402 که حکم دادگاه استیناف اعلام شد و جمهوری اسلامی دیگر از لحاظ حقوقی نمی توانست کار بیشتری انجام دهد، در پی آن برآمد که وارد معامله با دولت سوئد شود و حمید نوری را از زندان سوئد نجات دهد. این احتمال وجود داشت که اگر جمهوری اسلامی حمید نوری را از زندان نجات ندهد، او در زندان شروع به گفتن حقایقی کند که برای جمهوری اسلامی رسوایی‌های بیشتری به وجود آورد.
همین امر که حمیده نوری با این عجله و با این پیگیری سخت مبادله شده است و به تهران برگشته ثابت می کند که جنبش دادخواهی ایران در چه شرایط خطرناک و باور نکردن این کار را انجام داده است. ایرج مصداقی و همکارانش توانستند این کار را پنهان از چشم حتی سازمان امنیت سوئد به پیش ببرند، به خاطر اینکه اگر سازمان امنیت سوئد از این کار اطلاع پیدا میکرد، قبل از اینکه حتی او بازداشت شود حمید نوری را به ایران میفرستادند. دولت سوئد میخواست رابطه خود را با جمهوری اسلامی به همون صورتی که بود حفظ کند و در این میان محاکمه حمید نوری ایجاد اشکال میکرد. بیاییم موارد شبیه به این دادگاه را در طول تاریخ بررسی کنیم و مقایسه ای انجام دهیم تا به ارزش کار جنبش دادخواهی پی ببریم. اجازه بدهید نگاهی کنیم به موارد عمر البشیر رهبر دیکتاتور پیشین سودان و ژنرال پینوشه رهبر قبلی شیلی. درست است که هر دوی آنها در دادگاه‌های مدافع حقوق بشری محکوم شدند، ولی به یاد داشته باشید که هر دوی آن دادگاه‌ها زمانی برقرار شد که دیگر متهمان در قدرت نبودند و حکومتی پشت آنها نبود که آنها را حمایت کند. ولی حمید نوری در شرایطی دستگیر و متهم و محکوم شد که جمهوری اسلامی در قدرت بود و در طول دوران برگزاری دادگاه‌های وی جمهوری اسلامی تمام قد پشت حمید نوری ایستاده بود و سعی می‌کرد او را تبرئه کند. چنین موردی در هیچ کجای جهان تا به حال دیده نشده که شخصی در یک دادگاه نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد محاکمه قرار بگیرد و یک دولت در قدرت از او حمایت کند. در چنین شرایطی بود که فعالین جنبش دادخواهی ایران به رهبری ایرج مصداقی موفق شدند پوز حمید نوری و تیم وکلای مدافع او و حکومت جمهوری اسلامی را به خاک بمالند. این پیروزی از هر زاویه‌ای که به آن نگاه کنی یک پیروزی بزرگ است و آزادی حمید نوری و تبادل او با دو زندانی سوئدی حتی یک سر سوزن از ارزش این کار بزرگ و این دستاورد تاریخی کم نمی کند. ما باید این دستاورد را بیش از پیش محترم و بزرگ بداریم، زیرا که این دستاورد به ما ثابت کرد که ما می توانیم با ابتکار و همکاری ضربات بزرگی را به جمهوری اسلامی وارد کنیم. نگاه کنید به رفتار حقیرانه حمید نوری پس از اینکه به ایران وارد شد که چگونه به زور میخواهد برای خودش احترام بخرد. فکرشو نمیکنم. خدا 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 فقط میتونم کنم. چهارشنبه حقیقتش به اون خدایی که اعتقاد دارید، از دیشب که من از سلول رو بردم بیرون حاج آقا، چون یه زندانی من خیلی خواب آزادی میدیدم، شبا که خواب میدیدم میگفتم نه من که نخونه خواب باشم حاج آقا، تو خواب میگفتم نخونه خواب باشم از خواب میپریدم. به اون خدایی که شما اعتقاد دارید دیشب که ساعت که منو تو مسیر که میوردن، من باند فرودگاه آرم هواپیما رو میدم، تو هواپیما که بودم به اون خدایی که اعتقاد دارید نگهبانا هم پیش من بودن، دراز میکشتم همش بودم نکنه خواب باشم، هی خودم تکون میدادم به خدا قسم بودم نکنه خواب باشم. بعد خودم میگفتم خواب اینقدر طولانی نمیتونه باشه، چون من همه چیزو دارم یادم میاد، از سلول اومدم بیرون تو ماشین بودم، بازم توهم زده بودم، هی میگفتم نکنه من خواب باشم. بعد نگهبانا رو هی چک میکردم و داستانش طولانیه، بعدن داستانه خنده‌دار رو براتون تعریف. من حمید نوری هستم، من ایرانم، من تهرانم، من پیش خانوادم هستم. عید سعید قربان، عید سعید قدیر، روز عرفه، من تهران هستم. منافقین دل خوش کرده بودید،
شما کجایید؟ من کجام؟ ای کسانی که گفتید که خدا هم دیگه نمیتونه حمید نوری رو آزاد کنه، دیدید که خدا منو آزاد کرد. روز عرفه، عید سعید قربان، پس فردا حمید نوری معروف به حمید عباسی. توی دادگاه جلسه آخر گفتم آشتی آشتی آشتی، گوش نکردید بدبختا. میتونستم بهتون کمک کنم که دست از این دجاجتتون بردارید، بر نداشتید. شماها کجایید؟ من کجا؟ این گونه رفتار دلغکانه چیزی را ثابت نمی کند به جز این که او همچنان همان دلغکیست که همه از او شناخت داریم. یک جوکر خونخوار. حمید نوری کسی است که پس از هر سری اعدام بهترین و فداکارترین جوانان وطن شیرینی می گرفت و بین همکارانش در زندان گوهردشت پخش می کرد. بدون شک جمهوری اسلامی در طول حیاتش در خارج کشور ضربه‌ای به این محکمی دریافت نکرده بود. خوبی این شکایت و این پرونده این است که با محکوم شدن حمید نوری این پرونده مخدومه اعلام نشده است و هنوز باز است. پای بسیاری دیگر از دولت مردان جمهوری اسلامی که در کشدارهای 67 دست داشتن گیر است. رئیسی که به هلاکت رسید ولی بقیه هیئت مرگ توسط قوه قضاییه سوئد شناسایی شدند و در صورت مسافرت به سوئد بازداشت می شود. درست است که حمید نوری به ایران رفته و به رجزخانی مشغول است، ولی خودش می داند که چه ضربه ای از جنبش حق طلبی دریافت کرده است. نکته دیگر این که هیچ تضمینی نیست که رژیم جمهوری اسلامی برای بی احتیاطی که حمید نوری در رفتن به سوئد کرد او را تنبیه نکند. آینده نشان خواهد داد که شاید برای حمید نوری بهتر همون بود که در زندان سوئد میماند. نکته دیگری که ما میتوانیم از این وقایع یاد بگیریم یک درس مدنی است که ما در این رخدادها تفکیک قوای سگانه حکومت را در کشورهای غربی به وضوح میبینیم که قوه قضاییه جدا و مستقل از دو قوه دیگر کارش را به خوبی انجام داد که جنبش دادخواهی ایران از آن سپاسگزار است، ولی دو قوه دیگر یعنی مقننه و مجریه به جامعه خود و جنبش حق طلبی ما خیانت کردند. قوه مقننه سوئد چند هفته پیش آن قانون قضایی را در پارلمان تصویب کرد که زندانیان کشورهای دیگر می توانند بقیه محکومیت خود را در کشور خود بگذرانند. همچنین قوه مجریه با اجرای تبادل زندانیان این افتضاح را به بار آورد. آینده نشان خواهد داد که دولت سوئد با این کار خود به تروریست‌های تهران این مجوز را داده است که بله، گروگانگیری جواب می دهد و به این کار خود ادامه دهید لطفاً. نکته دیگری که می توان از آزادی حمید نوری آموخت این است که ما ایرانیان خارج کشور که تعداد ما نزدیک به 10 میلیون است، اگر سازمان متشکل داشتیم، دولت سوئد جرأت آن را نداشت که به همین سادگی او را آزاد کنند. فکر آن را بکنید که از هر 10 نفر ایرانی فقط 1 نفر عضو سازمانی فرضاً به نام سازمان ایرانیان خارج کشور بود. تعداد اعضای آن به 1 میلیون می رسید. آن زمان این سازمان می توانست با تمام دولت‌های غربی وارد مذاکره شود و خواسته های خود را به آنها تحمیل کند. ایرانیان داخل کشور برای آزادی ایران در هر خیزشی هزاران و یا صدها جان نثار آزادی ایران کردند. جوانان ایران در شورش زن زندگی آزادی جان بر کف به خیابان ها آمدند و جان و چشمانشان را از دست دادند. اپوزیسیون خارج کشور باید احساس مسئولیت بیشتری کند. در پایان به سهم خود از جناب ایرج مصداقی و یاران دادخواهش به سهم خود سپاسگزاری می کنیم که این ناممکن را به ممکن تبدیل کردند. او بارها گفته است که در جریان بازداشت حمید نوری ما در تمام موارد برخلاف جهت آب شنا می کردیم و این ناممکن را ممکن کردیم. زنده باد جنبش دادخواهی مردم ایران
به امید روزی که تمام قاتلان و جانیان جمهوری اسلامی را در دادگاه‌های واقعی مردم ایران محاکمه کنیم. ما اساساً زمانی که حمید نوری دستگیر شد، ما یک ناممکن رو ممکن کردیم. بارها و بارها من تاکید کردم که این پیروزی بزرگ جنبش دادخواهی است و برخلاف منافع دولت سوئد، برخلاف منافع اتحادیه اروپا ما حرکت کردیم و به هیچ وجه اونها خواستار چنین چیزی نبودن، خواستار برگزاری چنین دادگاهی نبودن و عملا مقامات سوئدی از همون ابتدا دادگاه حمید نوری و اساسا دستگیری حمید نوری رو یک مشکل بسیار بسیار بزرگ برای خودشون تلقی می‌کردن. ما هم میدونستیم که همین دولت جمهوری اسلامی به دنبال معامله با دولت سوئد هست، ولی باید اینو توجه داشته باشیم که دولت جمهوری اسلامی مطلقاً خواهان برگزاری دادگاه حمید نوری نبود. اونا همه تلاششون رو میکردن که دادگاه برگزار نشه. زمانی که دادگاه حمید نوری هم برگزار شد، اونها به دنبال تبرئه حمید نوری بودن و نه محکومیت او به حبس ابد. این در واقع پیش زمینه قضیه. ولی از 29 ماه می ما در جریان این در تلاش ها قرار گرفتیم برای اینکه دولت سوئد یک لایحه‌ای رو به مجلس سوئد ارائه کرده بود، مبنی بر اینکه از ژوئیه سال آینده زندانیان خارجی به کشورهای خودشون بازگردونده بشن تا در اونجا تحمل کیفر کنن. در این پوش میخواستن حمید نوری رو هم معامله کنن و ما نمیدونیم چه اتفاقی در طول این 16 روز گذشته افتاد که اینها سراسیمه این معامله رو انجام دادن قبل از اینکه حتی این قانون تصویب بشه. ما از کم و کیف قضایا بی اطلاعیم، ولی نشون میده که دولت سوئد سراسیمه بوده. به چه علت؟ به علت این که به جای آزادی 5 گروگان سوئدی در ایران، فقط 2 تا از اونها رو در واقع معامله کردن و از کنار 3 نفر دیگه گذشتن. و اساسا میدونیم که خانواده آقای احمد رضا جلالی به هیچ وجه در جریان حتی این معامله نبودن و یا این مذاکرات نبودن، به خاطر اینکه خب بالاخره عزیز اونها در ایران در گروگان هستش. و اینها همش نشون میده که سوئدی ها حتی تلاش نکردن چانه زنی بکنن، حتی تلاش نکردن فشار بیشتری روی رژیم بیارن برای اینکه این معامله لااقل باعث آزادی همه سوئدی های در بند در ایران بشه. ببینید، ما به اونچه که میخواستیم، جنبش دادخواهی به اونچه که میخواست در دادگاه حمید نوری دست پیدا کرد. ما او رو 5 سال، در واقع حدوداً 4 سال و 7 ماه ما حمید نوری رو در بازداشت داشتیم و موضوع جنایت علیه بشریت، موضوع جنایت جنگی و کشتار دهه 60، کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و اون چی که در زندانهای اون دوره گذشته مورد توجه افکار عمومی بین المللی قرار گرفت. بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع اشاره کردن در طول 4.5 سال گذشته. غیر از این باید توجه کنیم روزی که ابراهیم رئیسی، هفته‌ای که ابراهیم رئیسی مراسم تحلیف خودش رو برگزار کرد، دادگاه حمید نوری آغاز به کار کرد. یعنی یک رئیس جمهور نظام اسلامی همزمان که وارد دفتر خودش میشد، پروندهش در دادگاه سوئد مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. اینها تمام دستاوردهای جنبش دادخواهی است. یه چیز دیگه توجه داشته باشین، این معامله میتونست 2 سال پیش اتفاق بیفته، بعد از اینکه حمید نوری به حبس ابد محکوم شد. چرا دولت جمهوری اسلامی این کارو نکرد؟ چرا اجازه داد 2 سال بیشتر موضوع جنایت علیه بشریت و جنایات دهه 60 در رسانه‌ها مطرح بشه؟ چرا؟ چرا اجازه داد این خفت و خاری ادامه پیدا کنه؟ ببینید، برای اینکه دولت جمهوری اسلامی به دنبال آزادی حمید نوری نبود، به دنبال تبرئه حمید نوری بود.
به دنبال معامله حمید نوری نبود، به دنبال تبرئه‌اش بود. چرا؟ چون حمید نوری فقط موضوع این دادگاه نیست، موضوع این پرونده نیست، موضوع جنایت دهه 60، موضوع جنایت علیه بشریت، کشتار زندانیان سیاسی مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته و در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و حمید نوری هم پرونده‌های متعددی داره که همه داره پرونده الان و این پرونده ها میتونه به مورد اجرا گذاشته بشه. هر کدوم از اینا پاشون از ایران بیرون بگذارن در یک جایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو مورد پذیرش قرار دادن، میتونه اینها براشون مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه.